فعلا در افغانستان زندگی زنان افغانستان نابود شده است و هر روز بدتر از روز قبل است، به خاطر اینکه نه زنان میتوانند کار کنند، نه تحصیل کنند، نه به مکتب برند کودکان، نه به دانشگاه برند، نه بیرون از خانه برند بدون مرد، نه حتی سوار موتر بشن بدون مرد. زن افغانستانی، زنی که در افغانستان است، از تمام حقوق انسانی و حقوق اولیه‌اش به عنوان یک انسان محروم است. Ce spectacle, c'est justement l'histoire d'artistes qui sont chassés de Kaboul, qui arrivent dans un territoire et un pays qu'ils ne connaissent absolument pas, et qui, ce spectacle va raconter justement le mélange de ces artistes qui remontent sur un plateau et puis en même temps qui apprennent la vie à des milliers de kilomètres. خب زمانی که کابل سقوط کرد، قبل اون چند روز قبل اون قرار بر این شد که یک تعداد از هنرمندانی جانشان در خطر هست توسط دولت فرانسه نجات داده شوند و خوشبختانه من خیلی خوششانس هستم که در لیست اون هنرمندان بودم و تانستم که توسط دولت فرانسه از کابل به فرانسه انتقال داده شوم. دقیقا 10 روز بعد از اینکه کابل سقوط کرد، یعنی 25 آگوست من به فرانسه رسیدم، به پاریس. از اونجا هم به کان آمدم، چون از شهر کان و کمدی د کان اقامت هنری یک ساله داشتم. تئاتر و سینما هنر است که مرز و بوم نداره و در اینجا بدون شک که ما از آزادی عام و تام برخوردار هستیم و در جور کردن نمایش ما هیچ گونه یعنی بندش نداریم از نگاه سیاسی، از نگاه نژادی، مذهبی، چی ما آزادانه چیزی را که باید بیان بکنیم در قالب تئاتر ما او را راحت تانستیم که درد دل خود اینجا بیان کنیم، یعنی بدون شک آزادی عام و تام داریم. که on a vu un élan de solidarité incroyable entre toutes les structures culturelles mais aussi la région, les villes, tout le monde s'est mis dans cet élan de générosité, ont tout à fait compris le projet et le projet c'était vraiment de raconter ces vies, ces tranches de vie, de mettre des acteurs enfin de les remettre sur les planches, voilà. پس حالا وقتی که ما بر این کشور آمدیم که هنوز آزادی بیان پابرجاست و مردم با او زندگی میکنن، پس ما باید مقاومت بکنیم و این ادامه بدیم و کمک بکنیم برای مردمی که هنوز در افغانستان هستن و این موضوع را ندارن. و من حس میکنم که فرانسه برای من مثل یک تولد دوباره است به عنوان یک زن و زنانگی. من اینجا واقعا لذت میبرم از این آزادی بیان، از این آزادی بعد آزادی حق بر بدن که دارم، از این آزادی پوشش. من خیلی سپاسگزار هستم برای تغییر بزرگ در زندگیم. پس فکر بکنین که ما میتونیم درصدی کوتاهی را یا تمام اون موضوعی را که ما با خودمان به فرانسه آوردیم را در قالب تئاتر 15 آگوست 2021 ما اجرا بکنیم. پس ما وقتی به داخل این نمایش او را میگیم، ما میتونیم یک صدای باشیم برای مردم افغانستان که اونا را کمک بکنیم تا جهانیان بفهمند که ما واقعا چالش های زیادی داریم. بار اولی که نمایش ما به اجرا در آمد برای من خیلی خوشایند بود و به خاطر که بعد از ماها تمرین تازه میخواستم ببینیم که نمایشمون چطوری است، واکنش مردم چطور است، واکنش مردمی که خودشان اهل نمایش دیدن هستن و خودشان با اجراهای خیلی بزرگی آشنا هستن. J'espère qu'il va déclencher oui enfin une visibilité de ces artistes déjà pas uniquement en tant que réfugiés accueillis sur le territoire normand, ce qui est immense, immensément important, mais qui vont être pris pour des artistes, c'est-à-dire ce qu'ils sont.